عرض سلام خدمت شما شاگردان مکتب هادی خوش آمدید میگم به شما شاگردان عزیز به برنامه آموزشی درسی کیمیا نمبر ارتباطی برنامه دو 780 255 40 13 است از این طریق میتونید با برنامه خودتان مکتب هادی در فضای مجازی ارتباط بگیرید اهداف جلسه ای که امروز ما و شما میخواهیم با هم کار کنیم در رابطه با توازن معادلات کیمیاوی سه ما شما امروز یاد خواهیم گرفت که چه قسمی توانیم معادلات کیمیاوی را توزین کنیم بعد از او تحفظ کتله یا قانون بقای ماده را با هم کار میکنیم و یاد خواهیم گرفت که قانون چه قسمی قانون است و در آخر هم با معادله توزین شده ما و شما آشنا می شهیم. یاد خواهیم گرفت که معادله توزین شده چه قسمی معادله می باشه و چه قسمی ما می تانیم یک معادله را در تعاملات کیمیاوی توزین کنیم شاگردان عزیز با شروع درس با من همراه شوید و اما تحفظ کتله یا قانون بقای ماده یک تا از ویژگی های بسیار مهم در معادلات کیمیاوی قانون بقای ماده می باشد. به همین خاطر ما قانون بقای ماده رو باید یاد داشته باشیم در تعاملات کیمیاوی. قانون بقای ماده در معادلات کیمیاوی به چی معناست؟ هر وقت مجموعی کتله ها و یا تعداد عناصر در هر مرکب در دو طرف معادله با هم مساوی باشد گفته می شود که معادله مورد نظر از قانون بقای ماده پیروی می کند به عنوان مثال به معادله زیر دقت کنید دو مولکول هیدروژن با یک مولکول اکسیژن تعامل داده و دو مولکول آب را برای ما تولید کرده این معادله از قانون بقای ماده پیروی می کند با کمک همدیگه شاگردای عزیز می‌رویم این معادله رو بر روی تخته سیاه نوشته می‌کنیم و با هم بررسی می‌کنیم که چه قسمی از قانون بقای ماده پیروی می‌کند خب معادله مورد نظر رو نوشته می‌کنیم بر روی تخته سیاه دو مولکول H2 تعامل تعامل می‌کند با مولکول O2 می‌دهد یا حاصل میکند کند دو مالکول H2 او خب در معادله مورد نظر ما و شما می که با هم کار کنیم یا بررسی کنیم که چه قسمی از قانون بقای ماده پیروی میکند در قانون بقای ماده دو ویژگی باید رعایت شود یک تعداد عناصر قسمت نوشتم میکنم تعداد عناصر در دو طرف معادله دو ویژگی مهمی که باید در قانون بقای ماده رعایت شود یک تعداد عناصر در دو طرف معادله باید مساوی باشد و همچنان مجموع کتله ها در دو طرف معادله با هم مساوی باشد. خب این دو ویژگی را باید رعایت کند. در معادله مورد نظر که مولکولی H2 با اکسیژن یک جای می شود که مولکول آب را برای ما تولید می کند با هم می خواهیم بررسی کنیم. خب در قسمتی مواد تعامل کننده ما اتم هیدروژن رو داریم و اتم اکسیژن تعداد اتم های آ... هیدروژن چند تا است؟ دو ضرب دو مساوی با چهار تعداد اتم اکسیژن دو تا است. خب در قسمتی مواد محصول تعداد اتم هیدروژن مساوی است دو ضرب دو چهار تعداد اتم اکسیژن مساویس با دو خب مشاهده میکنید که اتم هایدروژن در دو طرف معادله با هم مساویسته مساوی است، مساوی 4 است و تعداد اتم های اکسیژن هم در دو طرف معادله با هم مساوی است، مساوی دو است. پس تعداد عناصر در این معادله در دو طرف معادله مساوی و ویژگی اول رعایت شده است. مورد دوم را بررسی میکنیم مجموع کتله ها در دو طرف معادله باید یکسان و مساوی باشد خب برای که کتله یک مولکول را محاسبه کنید شاگردان باید ضریب آن را ضرب کنید در نمبر کتله آن که در جدول دوانانی ما شما در درس قبل یاد گرفتیم ضریب دو را نوشته میکنیم ضربی نمبر کتله اتم هایدروژن در جدول دورانی یک می باشد. یک ضرب دو می شود دو. دو ضرب دو می شود چهار. جمعی. الان جمع را نوشته می کنیم. کتله اتم اکسیژن. نمبر کتله اتم اکسیژن در جدول دورانی شانزه است. شانزه ضرب دو می شود سیو دو. سی و دو جمع چهار می شود چند سی و شش مجموعی کتله ها در قسمت مواد تعامل کننده یا در قسمت چپ معادله مساوی با سی و شش شد خب بخواهیم مجموعی کتله ها در قسمت راست معادله یا در سمت مواد محصول محاسبه کنیم ضریب دو را نوشته میکنیم ضربی نمبر کتله اتم هایدروژن در جدول دوران یک می باشه. یک ضربی دو می شود دو. دقت کنین شاگردا برای محاسبه کتله یک مولکول که در اینجا مالکول آب H2O است برای محاسبه کتله مولکول ها شما موظف هستین که کتله تک تک اتم ها را با هم جمع کنید یعنی کتله مولکول H2 رو محاسبه میکنید جمعی کتله اتم اکسیژن میکنید که کتله یک مولکول به دست می آید خب ضرب دو رو نوشته کردیم ضرب نمبر کتله اتم هیدروژن دو است دو ضرب دو می شود دو جمعی کتله اتم اکسیژن چند است در نمبر دورانی 16 است 16 را هم می میکنیم شانزه جمع دو می شود؟ اجده؟ اجده زر دو می شود؟ سیو؟ شش خب دیدید که مجموعی کتله ها در قسمت راست معادله یا در قسمت مواد محصول سیو شش شد مجموع کتله ها در دو سمت معادله مساوی شد پس ویژگی دوم هم رعایت شد بنابراین معادله مورد نظر از قانون بقای ماده پیروی کرده است چرا چون هم تعداد عناصر در دو طرف معادله یکسان و مساوی بود و هم مجموع کتله ها را محاسبه کردن در دو سمت معادله یکسان و برابر بود خب، یک مثال دیگه هم در رابطه با قانون بقای ماده با هم کار میکنیم که چون به خاطر که بسیار مهم است کلیه تعاملاتی که در کیمیا شما با آن کار میکنید باید از قانون بقای ماده پیروی کند خب مثال دوم یا معادله دوم از که از قانون بقای ماده پیروی می کند سختن زغال سنگ است. زغال سنگ که با اتم کاربون نمایش داده می شود در ساختار زغال سنگ کاربون موجودیت دارد. وقتی که با اکسیژن تعامل می کند حاصل می شود یک مولکولی کاربون دایاکساد یا سی او دو معادله این قسمی است خواهیم ببینیم که چه قسمی از قانون بقای ماده پیروی میکند برای اینکه تشخیص بیتیم از قانون بقای ماده پیروی میکند باید تعداد عناصر در دو سمت معادله مساوی باشه و همچنان مجموعی کتله ها در دو سمت معادله مساوی باشه خب تعداد عناصر در دو سمت معادله را محاسبه میکنیم اتمی کاربون در قسمت مواد تامل کننده تعداد آن یک تا اتم اکسیژن تعداد آن دو تا باشد. در قسمتی سمت راست معادله اتم کربن تعداد یک تاست. اکسیژن هم تعداد آن دو تا است. دیدید که تعداد اتم های کربن در دو سمت معادله مساوی است و مساوی یک تعداد اتم های اکسیژن در دو سمت معادله مساوی است و مساوی دو. پس تعداد عناصر سر مساوی است می رویم مجموع کتله ها را محاسبه کنیم کتله اطوم کاربون در جدول دورانی 12 میباشد جمعی کتله اطوم آکسیجن در جدول دورانی 16 میباشد 16 ضربی 2 میشود شود سی و دو. دو جمعی 12 میشود چند؟ می شود چهلو چهار. مجموع کتله ها در سمت چپ معادله یا در سمت مواد تعامل کننده چهلو چهار می شود. مجموع, ها در سمت مواد محصول. گفتیم که برای محاسبه مجموع کتله یک مولکول باید کتله های تک تک اتم ها را با هم جمع کنید. کتله اتم کاربون نمبر کتلش دوازده است در جدول دورانی جمعی نمبر کتله اکسیژن اکسیژن نمبر کیتله آن شانزده است شانزده ضرب دو مساوی است با سی 2 دو سیو دو جمعی دوازده می شود چهلو چهار خب دیدید که جمع مجموعی کتله ها در قسمت سمت راست معادله هم چهلو چهار شد پس مجموع کتله هم در سمت معادله مساوی 44 هست پس بنابراین از قانون بقای ماده پیروی می کند. به همین ترتیب شما می توانید معادله های بسیاری را در خانه های خود در کتابچه های خود حل کنید و قانون بقای ماده را برای آن تشخیص بدید نوشته کنید تعداد عناصر و مجموع کتله های آن را نوشته کنید تا به خوبی تمرین کنید و یاد بگیرید. و اما معادله توزین شده چه قسمی معادله است ما در تعاملات کیمیاوی معادله توزین شده برای ما بسیار بسیار مهم است چرا چون در ابتدای درس گفته شد که تمامی معادلات کیمیاوی از قانون بقای ماده پیروی می پس زمانی از قانون بقای ماده پیروی می که معادله ما یک معادله توزین شده باشد یعنی تعداد انصور یا اتم ها در دو طرفی معادله سمت راست و سمت چپ معادله با هم مساوی باشد. برای شما سه معادله کیمیاوی مثال زده شده است که این سه معادله را با هم برای تخته سیاه نوشته میکنیم و تشخیص میتیم که معادله توزین شده است یا که نه. اگر توزین نشده بود آن را با کمک هم توزین میکنیم. خب معادله ها رو نوشتن میکنیم معادله اول ای آر دو به حالت مایه جمعی این ای آ به حالت محلول در آب حاصل میکند آی دو در حالت جامع جمعی, جمعی. N A به حالت محلول در آب خب معادله دوم رو هم نوشته میکنیم Z N به حالت جامع جمع C U C حالت اکیو حاصل میکند C.U. یو به حالت جامد جمع زد ان سی به حالت محلول در آب معادله آخر رو هم نوشته میکنیم و بعد از او حل میکنیم آل یا المونیم به حالت جامد جمعی HBr و حالت کیو حاصل می کند H2 و حالت گازی جمعی آل بی آر سه به حالت اکیو سه معادله برای شما داده شده که این سه معادله را با کمک هم توزین میکنیم اول تشخیص میدیم که معادله توزین شده است یا که نه معادله اول رو دقت کنید دو اتم برومین داریم در سمت چپ معادله در قسمت راست معادله دقت کنید چند اتم برومین داریم یک تا اتم برومین پس معادله توزین شده نیست باید توزین کنید برای اینکه تعداد اتم های برومین یکسان و مساوی شود کافی است که در قسمت راست معادله یک ضریب دوره در این قسمت قرار بیتیم. دقت کنید برای توزین معادلات کیمیاوی هر ضریبی را شما علاوه کنید در این قسمت قرار میتین. در قسمت تحتانی سمبول قرار نمیتین. خب تعداد اتم برومین در قسمت دو تا در قسمت هم دو تا شد تعداد اتم سودیم دو اتم سودیم داریم در این قسمت سعی میکنیم اتم سودیم یک تا داریم پس یک ضربی دو در این قسمت قرار میتیم خب تعداد اتم آیودین در سمت چپ معادله دو تا است در سمت راست معادله هم دو تا باشد به با این ترتیب تعداد اتم ها در دو طرف معادله براحتی توزین شد معادله دوم را دقت کنید Zn جمع سی 2 حاصل می کنه Cu جمع زد این سی اتم زد در سمت چپ معادله یک تاست در سمت راست معادله هم یک تاست اتم سی در سمت چپ معادله یک تا در این قسمت در سمت راست هم یک تاست مساوی است. اتم کلورین دو تاست تا در این قسمت هم اتم کلورین دو تاست تا معادله توزین شده است پس نیاز نیست که ما این معادله را توزین کنیم. بریم به سراغ معادله سوم. در معادله سوم خوب دقت کنید المونیم اتم المونیم در سمت چپ معادله یک تا است. در این قسمت هم یک تاسته اتم برومین در این قسمت چند تاسته؟ یک تا در سمت راست معادله تعداد اتم های برومین سه تا می باشد پس باید اتم های برو برومین را چیکار کنیم؟ توزین کنیم مگر یک عدد یک ضریب سه در این قسمت قرار بتوم تعداد اتم های برومین در دو سمت معادله مساوی می شود درست است؟ خب تعداد اتم های هیدروژن را سعی می کنیم تعداد اتم های هیدروژن در سمت چپ معادله سه تا شد اما در سمت راست معادله چند تا است دو تا است باید تعداد اتم های هیدروژن را توزین کنیم چه قسمی توزین کنیم اگر در این قسمت یک عددی سه را قرار بدیم سه ضرب دو می شود چند شش در ای قسمت چند اتم هیدروژن داریم سه سه را ضرب دو می کنیم می شود 6 که تعداد اتم های هیدروژن مساوی میشه. پس من سه را پاک میکنم. کنم ذره 6 رو قرار می که تعداد اتم های هیدروژن با هم مساوی شود خب تعداد اتم های برومین در این قسمت ناتوازن شده شو شد. درست است در این قسمت 6 اتم برومین داریم در این قسمت سه سه را ضرب چند کنم که شود 6 ضربه دو پس یک عدد دو رو در این قسمت ضریب دو رو قرار میتوم دو ضربی سه میشود 6 6 تا هم اتم بروبین در این قسمت دارم تعداد اتم های هادروژن که در این قسمت 6 تا در این قسمت سه ضرب دو میشود 6 تا تعداد اتم المونی هم در سمت راست مادله دو تاسته در سمت چپ مادله یک تاست. پس ضرب یک ضریب دو رو در این قسمت قرار میدم که تعداد اتم های المونیم در دو سمت معادله با هم مساوی شود. خب دیدید که به این صورت ما میتونیم معادله را یک معادله ناتوزین شده را توزین کنیم. معادله اول که برایت توزین شد بعضی از معادلات هم که توزین شده هست اما بعضی از معادلات که بسیار بسیار مهم است، براحتی گاهی اوقات به سادگی توزین نمیشه باید یک سری تغییرات رو شما انجام بدین در یک عدد ضرب کنید تا تعداد اتم ها در دو سمت معادله مساوی باشه فقط این نکته رو ها در نظر داشته باشین که هر ضریب برای شما علاوه میکنید در در این قسمت در به عنوان ضریب قرار میدید در قسمت تحتانی سمبول به هیچ عنوان قرار نمیدید شما میدانید میتونید که معادلاتی کیمیاوی زیادی را در کتابچه های خود انتقال بتین و آن را توزین کنین آنقدر توزین کنید تا مطلب معادله توضیح شده برای شما جا بیفته و شما مهارتی را یاد بگیرید که برای عطیب بتونید انواع معادلات کیمیاوی را توزین کنید بتونید به نمبری که در ابتدای درس براتون گفتم معادله های شده را برای ما روان کنید و درستی و درستی آن را با هم بررسی کنید خب یک کار خانگی هم در رابطه با معادلات توازن شده که چون بحث بسیار مهم است در سنف های بالاتر هم شما باید یاد داشته باشین برای شما به همین خاطر یک کار خانگی آوردیم که در خانه این را حل میکنید و برای ما روان میکنید معادلات که برای شما داده شده است گفته شده معادلات زر را توازن کنید سه معادله داده شده است معادله اول کا جمع h 2 هست که حاصل میکند H2 جمع دو KOH. معادله سوم زد نجام سی UCL2 سی که حاصل می‌کند سی Uجمی زد ان 2 و آخرین معادله هم آلمنیم هست ALجمی ال HBr که حاصل می‌کند H2جمی ALBr3. این می‌توند خانه باز حل کنید و جوابش رو برای ما روان کنید. خب در این قسمت درس به اتمام رسید می که خلاصه فصل سوم را با هم یک جای مرور کنیم که در این فصل ما و شما چی یاد گرفتیم ما در این فصل مشاگرده عزیز ما و شما با هم یک جای تعاملات کیمیاوی را آشنا شدیم و با هم یاد گرفتیم که تعاملات کیمیاوی یک نوع جریاناتی می باشد که در نتیجه آن وقتی که تعاملات انجام می شود معادلات و مواد جدیدی با خواص جدید تولید می شود بعد از او یاد گرفتیم که بعضی از معادلات بعضی از تعاملات کیمیاوی با آزاد شدن انرژی و حرارت همراه است مثل چی مثل سوختن پترول در وسایط نقلیه که با آزاد شدن حرارت بسیار زیاد همراه است اما بعضی از تعاملات کیمیاوی است که در لبراتوارها در صورتی انجام می شود که به مواد تعامل کننده حرارت داده شود یعنی به آسانی در دمای معمولی انجام نمی شود. مثل چی؟ مثل تعامل یک جای شدن اتم های و اکسیژن که برای ما مالکول آب را تولید می کند. قسمی معادلات با آسانی انجام نمی شود مگر در حضور کتلس ها یا در حضور حرارت های بسیار زیاد یا فشار های بسیار زیاد که باعث می شود تعامل انجام شود. دیگه شاگرد چی یاد گرفتیم در این فصل؟ یاد گرفتیم که برای انجام تعاملات کیمیاوی چند شرط لازم و ضروری بود. یک تا از شرط ها درجه حرارت بود، یک تا دیگه فشار بود و شرط سوم کتالیست ها بود. این سه شرط برای انجام تعاملات کیمیاوی ضرورت داشت. بعضی از تعاملات در حضور کتلس ها انجام پذیر بود، بعضی تعاملات در حضور فشار و بعضی از تعاملات در اثر حضور حرارت بسیار زیاد تعامل انجام می شد. این سه شرط اساسی در تعاملات کیمیاوی لازم و ضروری است. کتلس ها را با هم آشنا شدیم و یاد گرفتیم که کتلس چی است. گفته شد که کتلس ها در تعاملات کیمیاوی به موادی یا به مادهی گفته می شود که به تعاملات سرعت می بخشد. وقتی وارد تعاملات می شود، سرعت تعاملات را زیاد می کند. به خصوص تعاملاتی که به کندی انجام می شود. اما خود آنها در آخر تعامل بدون تغییر باقی می ماند. پس یک از ویژگی های بسیار مهمی کتالیست هاست که خود آنها به مصرف نمی رسد اما سرعت تعاملات را برای ما زیاد می کند. دیگه با انواع تعاملات کیمیاوی آشنا شدید یاد گرفتیم که چهار نوع تعامل وجود دارد تعامل تجزیوی، تعامل احتراقی، تعامل جمعی و همچنان تعامل جمعی که هر کدام جداگانه تعریف آن را یاد گرفتیم و با هم در متن درس کار کردیم از جمله تعاملات، تعاملات تجزیوی بود در تعاملات تجزیوی ما شما یاد گرفتیم که اگر یک ماده وارد تعامل شود و در اثر حرارت به چندین ماده ساده تبدیل شود تعامل یک تعامل تجزیوی می باشد که با هم در متن درس مثال زدیم و کار کردیم. بعد از اون تعاملات جمعی را با هم یاد گرفتیم گفتیم در تعاملاتی که یک یا چندین ماده با هم یک جای می شود و در آخر یک ماده جدید با خواص جدید را برای ما تولید می کند این یک ای نوع تعاملی جمعی بود که مثالش را در درس برایتان زده و با هم کار کردیم از جمله تعاملات بسیار مهم تعاملات احتراقی یا تعاملات اکسیدیشن هم به آن گفته می شود این تعامل بسیار مهم بود ما شما یاد گرفتیم که اگر یک ماده ساده یا مغلق با اکسیژن هوا یک جای شود برای ما تعاملات مواد را جدید را تولید می کند که یک نوع تعامل احتراقی یا تعامل اکسیدیشن محسوب می شود. احتراق گفتیم یک نوع اکسیدیشن هست نامیان که با سرعت بسیار زیاد انجام میشه و با شعله ور شدن و حرارت بسیار زیادی همراه هست. یک تا از ویژگی هایی که تعاملات احتراقی دارد یست که حرارت بسیار زیاد و انرژی بسیار زیاد را از خود تولید می کند. تعاملات تعویزی را با هم کار کردیم اگر یادتان باشد گفته شد که اگر اتم های عناصر یک ماده با اتم های عناصر در مرکبات دیگر با هم جای به جای شود و تعویز شود در این صورت تعامل تعامل تعویزی خواهد بود که بسیار تعامل مهمی بود که در معادلات کیمیاوی ما و شما بسیار با آن سر داریم در صنف های بالاتر هم با آن سر خواهیم داشت پس این تعریف تعاملات تعویزی معادله کیمیایی رو یاد گرفتیم که اساس و پایه کیمیا هست معادلات کیمیایی رو گفتیم که با سمبول ها و فرمول ها نمایش داده میشه ما هر کدام از ماده ها یا مواد کیمیایی رو با سمبول و فرمول نمایش می دیم که برای ما معادله کیمیایی را تشکیل میتند و انواع معادلات کیمیایی آشنا شدیم گفتیم ما به دو قسم میتونیم یک معادله کیمیایی را نشان بتیم یا نمایش بتیم یا به صورت تحریری حروفی یا به صورت سمبولیک که در معادله سمبولیک ما یاد گرفتیم که سمبولها ها فرمول های مواد یا ماده ها نمایش داده میشه اما در فرمول یا در معادله تحریری حروفی فقط مواد تعامل کننده و مواد محصول برای ما نمایش داده میشد و در آخر درس امروز هم معادله توزین شده را یاد گرفتیم یاد گرفتیم زمانی معادله توزین شده می باشد در تعاملات کیمیایی که تعداد اتم های مواد تعامل کننده با تعداد اتم های محصول ما مساوی و یکسان باشد که با هم مثال کار کردیم و یاد گرفتیم که چه قسمی میتونیم یک معادله را توزین کنیم خب شاگردای عزیز مکتب هادی درس امروز ما تمام شد خلاصه از درس امروز را هم با هم مرور کردیم امیدوارم که درس خوب یاد گرفته باشین با توجه به مطالب درسی که امروز ما شما یاد گرفتیم سواله های فصل را در کتابچه های خود انتقال میدید و آن را حل میکنید تا در جلسه آینده با هم یک جای حل کنیم شما را به خداوند بزرگ میسپارم خداوند یار و نگهدار شما عزیزان باشد